ماجرای ممنوع کار شدن برخی از چهره های معروف موسیقی پاپ از جمله بابک جانبخش، رضا صادقی، امیر مقاره، محسن یگانه، امید حاجیلی و خیلی های دیگه با ما همراه باشید جزئیات خبر و علت ممنوع و کار شدنش رو بهتون میگم و صحبت های تندی هم که این خواننده ها بعد از این ماجرا انجام دادن رو هم با هم یه مروری میکنیم تا پایان رو با ما باشید سلام سلام چطوری رفقا به کانال خودتون کانال میم تیوی خیلی خیلی خوش اومدید امیدوارم حالتون خوب باشه و اوضاع کام باشه خب شب گذشته خبری توی خبرگزاری های رسمی منتشر شد مبنی بر ممنوع و کار شدن یه تعداد از خواننده های معروف پاپ چند روز قبل هم شایعاتی در مورد مهاجرت امیر مقاره و سیروان خسروی توی رسانه ها منتشر شده بودش امروز هم روزنامه شرق چاپ تهران به نقل از بهمن بابازاده خبرنگار مشهور حوزه موسیقی در مورد ممنوعیت خواننده های پاپ مقاله ای رو منتشر کرد که بهمن بابازاده مدعی شده بودش ممنوعیت این خواننده ها از سوی کمیته پیگیری وضعیت چهره ها اعمال شده توی این گزارش اسامی مشهوری از جمله رضا صادقی، محسن یگانه، امیر مقاره، بابک جهانبخش و امید حاجلی هم حضور دارم توی این مقاله همچنین اشاره شده که افرادی مثل رضا صادقی علاوه بر اینکه ممنوع کار هستن ممنوع خروج هم از کشور شدن و پاسپورتشون ضبط شده کمیته پیگیری وضعیت چهران نهادیه که توسط وزارت فرهنگ و ارشاد جمهوری اسلامی برای برخورد با هنرمندانی که در جریان اعتراضات مردمی سال گذشته به نوعی از معترضین حمایت کرده بودند تشکیل شد گفته میشه که این کمیته خیلی از خواننده ها چهرهای معروف و بازیگر ها رو توی هفته گذشته احضار کرده و ازشون تعهداتی رو گرفته که هیچ گونه فعالیتی مبنی بر حمایت از معترضین و گروه های مختلف توی پیج های شبکه های اجتماعیشون و به صورت حضوری یا توی کنسرت هاشون نداشته باشند و برخی از خواننده ها از جمله همین اسامی که ممنوع کار شدن حاضر به این تعهد نشدن و به خاطر همین هم ممنوع کار و ممنوع خروج شدن برخی از شهرها هنوز نسبت به ممنوع کار شدنشون هیچ واکنشی نداشتن از جمله امید حاجیلی و بابک جهانبخش سیروان خسروی هم که یه ویدیو شب گذشته براتون آماده کردم که واکنش تندی رو نسبت به این ماجرا داشت و گفته بودش که توی شرایطی که مردم به نون شبشون محتاج هستن من نمیتونم کار بکنم و کنسرت بذارم واسه همینم دوازده سانس کنسرتم رو لغو میکنم محسن یگانه هم نسبت به خبر ممنوع کاریش واکنش نشون داد و یه خبری رو به نقل از خبرگزاری رکنا در مورد واکنشش گذاشت و گفت من اصلا مصاحبه نداشتم با کسی متاسفانه کنتور هم نمیندازه همینقدر ول که محسن یگانه میخواد بگی که من با به هواشی خیلی کاری ندارم و فعلا ترجیح میدم مصاحبه نکنم و سکوت بکنم تا اینکه بخوام با پرداختن به هواشی اونها رو بیشتر هم بکنم رضا صادقی هم در واکنش به خبر ممنوع کاریش توی پیجش نوشت خدا نکنه دنیا بدونه که پشتت خالیه بدون همه ای اونایی که پشتشون بودی پشتت رو خالی میکنن ولی من خدا و قلم کرده همین از سرم هم زیاده اما شدیدترین واکنش رو نسبت به این ماجرا امیر مقاره خواننده گروه ماکان بند انجام داد و حمله تندی رو نسبت به مسئولین حکومت در وزارت ارشاد انجام داد و توی چند تا استوری گفت درد و دل چند وقتی است که یه بازی روحی روانی داره با من میشه که متاسفانه خیلی از لحاظ روحی به هم ریخته هم خودم و هم خانوادم و اگه این بازی ادامه داشته باشه مجبور میشم یه سری چیزها رو با شما در میون بذارم چون هیچ چیزی پنهونی از شما ندارم و بلا تکلیف موندم و باید یه چیزایی اگه درست نمیشه حداقل روشن بشه و شماها در جریان خیلی چیزا قرار بگیرید شماها همه زندگی من و خانواده من هستید واقعا خدا بزرگه ما جای درستی ایستادیم انتخاب درست هم کردیم مردم پشتمون بودن پس وظیفهمون بود پشتشون باشیم صدامون بودن باید صداشون میشدیم چون مدیون مردم هستیم بعد از خدا شما برای ما چه کردید که بگیم پشت شما باشیم جز تهدید جز اذیت جز بی احترامی جز شکستن غرورمون جز اینکه با روح و روان خودمون و خانوادهمون و خانواده هامون بازی کردید چه کردید که دلخوش و مدیون شما باشیم اما برام سوال واقعا یه روز خواهش یه روز اجبار یه روز اختار، یه روز ممنوع و کاری، همه چیز دل به شده که گفته همیشه شما باید از ما شاکی باشید حالا یه بارم ما شاکی میشیم اگر بهتون بر نمیخوره و هزار تا تعهد نمیگیرید دوباره چون بقیه زندگیمون که دست شماست بعدم به مخاطباش گفت مثل اینکه قرار نیست حالا حالا همو ببینیم متاسفانه حتی واقعیت دیگه کنسرت و دیدن با ترس و لرز کلن به هم انگیزه ای نمیده. باید کر و کور و لال باشیم نسبت به اتفاقات دورمون که خب واقعا من آدمش نیستم. خیلی دوستتون دارم. تنها دلیل دلخوشی من فقط شماها هستید خانواده واقعی که همیشه کنارمون بودین و تنهامون نذاشتید من عاشقتونم و به امید روزی که دوباره دور هم جمع بشیم و ادامه میدیم بزرگترین و مهربونترین و با تعصبترین خانواده دنیا هستید دوستتون دارم همیشه و همیشه تاب اسمش گذاشتن از چهره ممنوعه اکت روی استیج ممنوعه عکاسی با مردم در کنسرت ممنوعه لباس های مربوط به کنسرت ممنوعه حرف زدن راجع به مشکلات مردم ممنوعه حرف زدن راجع به اتفاقاتی که میفته هم ممنوعه حرف زدن راجع به هر چیزی که مردم انتظار دارن هم ممنوعه شیش سال دارم فعالیت میکنم یک بار منطقی نشستید پای حرفام یا پای حرف های هم هم که بگم دمتون گرم حرفم و شنیدید یک بار خواستینم که برای هر کاری به جای تهدید و تعهد با هم حرف بزنید نه نشده اما دو تا کلام استوری میذارم یا استوری میذاریم از مشکلات یا هزار تا چیز دیگه حرف میزنیم هزار بار زنگ میزنید و هزار جا میبرید برای تهدید و تعهد مگه ما رباتیم یا بردتونیم نه بابا ما هم مثل بچه ها تونیم به خدا آدمی مشکلات داریم بدبختی داریم تا به حال یه باری از دوشمون برداشتید اصلا میدونید مشکلاتمون چیه؟ اصلا میدونید چه بدبختی هایی داریم؟ میدونید تو خانواده هامون چی میگذره؟ اینا حرف حق هستش اگر گفتن حرف حق هم مشکل هستش یه تعهدم میدم برای اینکه دیگه حرف حق نزنم و فقط بگم همه چیز عالیه من رفتم جایی که شما گفتید و تو صورت من به پدرم بی احترامی شده توقع داشتید اونجا چه چیزی؟ بگم احترام احترام میاره این رسمش نیست خدا خیلی بزرگه بعدم در مورد موزیک جدیدش که از یه هفته قبل به هواداراش قول داده بود صحبت کرد و گفتش که ارتش ماکانیا الهی دور سر تک تکتون بگردم موزیک بله طبق برنامه ده خرداد ساعت 19 پخش میشه این اتفاقات اخیر ربطی به این موضوع که ما تو موزیک فعالیت میکنیم یا نه نداره دوستتون دارم و همه دلخوشی و زندگی ما هستید بعدم در مورد شایعاتی که در مورد مهاجرت امیر مقاره مطرح شدش گفت راستی من جایی قرار نیست برم میمونم و در کشور خودم حرفمو میزنم در کنار مردمم بعدم ادامه داد یکی نشسته اونجا بعدا اسمشو میگم با لابی و قدرت داره اسم این و اونو بدون اجازه و بدون تایید بالادستی ها رد میکنه برای ممنوع کاری و میخواد بگه من خیلی قدرت دارم و خفنم روزی ده 20 تا از هنرمندا رو صدا میکنه علکی برای تهدید و توهین تعهد علکی میگیره و لیاقت اون جایگاهی که هست و نداره و همه چیز رو داره زیر سوال میبره اگه کسی نباشه که صدا و نشنوه مجبور میشیم با اسم و مشخصات خیلی چیزا رو برای مردم شفاف کنم چرا همیشه ما باید از کارمون برکنار بشیم و هزار تا تعهد بدیم و حتی انقدر ترسونده باشن ما رو که جورت حرف زدن راجع به هیچ چیزی حتی حقمون هم نداشته باشیم یک بارم ما راضی نباشیم ما ناراحت باشیم از رفتار، گفتار و لابی کارمنداتون و اونا بیانیه تعهد بدن یا برکنار بشن. چون اونا دارن فضا رو مسموم میکنن نه ما یکی بشینه که لایق اون صندلی و اون سمت هستش که مسئولیت و تمام ارگانها رو با کاراش و رفتارا و گفتاراش زیر سوال نبره یکی که به خودش اجازه نده به خاطر جایگاهش و مقاومتش به من یا مردم یا هر باب رجوعش فوش پدر یا بی احترامی کنه آیا مدیر یا مسئول نالایقی که از پست و مقامش سوء استفاده میکنه نباید برکنار بشه باید ببینیم که سرنوشت این هنرمندان که افراد شاخص موسیقی پاپ هم هستن به چه شکلی رقم میخوره و آیا ممنوعیتشون برداشته میشه و میتونن فعالیت موسیقیایی داشته باشن و کنسرت برگزار کنن باید ببینیم در ادامه چه اتفاقی میفته نظر شما چیه دوستان به نظرتون در ادامه حکومت با این خواننده ها هم راستا میشه یا این خواننده ها مجبور میشن که قواعد حکومت رو بپذیرن نظرتون رو بر ما تو بخش کامنت ها بنویسید یک دنیا هم سپاس برای لایک این ویدیو و سابسکرایب کانال امیدوارم همیشه شاد و سلامت و پیروز باشید تا ویدیو بعدی خدا نگهدارتون پیشنهاد میکنم در ادامه هم یکی از این ویدیوها رو تماشا کنید